درود و شامتان شاد گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده استید زمستان پیشی رو سؤال مشترک تروریستان و مردم افغانستان آیا نیروهای امنیتی پیش روی خواهند داشت یا گروه های تروریستی؟ در حالی که حملات انتحاری و انفجاری سنگین اخیر از پایتخت تا ولایات و از مساجد تا جاده ها مردم افغانستان را در سوگ و نشانده و نگران وخیمتر شدن اوزای امنیتی در زمستان پیشرو کردند وزارت های دفاع و داخله ضمن اینکه از تلفات بالای گروه های تروریستی و جنگجویانشان در نبرد با نیروهای امنیتی در شب و روز اخیر خبر میدهند دهند و مردم امیدواری می دهند که تدابیر جدی لازم و همهجانبه برای سرکوبی گروه های افغان در سراسر سر افغانستان در زمستان پیشیرو گرفتند این در حالی است که دیروز جنرال جان نیکلسن در سفری که به ولایت کندهار داشت زمستان پیشیرو را زمستان دشوار و فصل عقب نشینی و حتی نابودی گروه های تروریستی خواند و همزمان با این رسانه ها پرده از گزارش های برداشتند که سیاه یا استخبارات ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته تا نیروهایی را به افغانستان بفرسته که در یک راهبرد و چارچوب مشخصی در راستای استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا طالبان را مورد هدف قرار بدهند و امروز هم رکس تلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده به افغانستان آمده و در دیدارش با رؤسای جمهوری و اجرایی افغانستان بر عملی شدن و اجرایی شدن مواد استراتژی ایالات متحده آمریکا تاکید کرده و بر نابودی گروه های تروریستی و دهشت افغان در افغانستان و همچنان نیرو و مورال نیروهای امنیتی افغانستان را ستایش کرده من رشاد زریر هستم و این بحث را با جناب آقای جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی با کاوشو بحث بگیرم و همچنان مهمان دیگر آقای مقدم امین آگاه سیاسی و نظامی که تا لحظات بعد تشریف میارند خیلی خوش آمدین جناب جنرال بیت یک شوارد. درنگ کوتاه بر اوضاع همگانی امنیتی افغانستان داشته باشید که پس از آن چی مردم افغانستان را در سو گماتم نشانده اوضاع به گونه همگانی چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما سلام بر بینندگان محترم تلویزیونیتان مومن در همی 24 ساعت گذشته وضعیت افغانستان نسبتا آرام بوده و ما 14 عملیات را در 11 ولایت کشور همونطور که پلان کردیم به پیش بردیم و ای عملیات ها در ولایت نگرهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، جوزجان، هلمند، فرا، بادغیس غور و همچنان غزنی ادامه داشت و ما در بسیار خوبی داشتیم موازی مستحکم دشمن از بین برده شده تعداد زیاد سلا مهمات و وسایت هم به دست نیروهای امنیتی افتیده و بعضی وسایتی هم که دشمن از او به خاطر چالش کشیدن نیروهای دفاعی و مردم افغانستان از اون استفاده میکردند مورد ضربات قرار گرفت و از بین برده درست نیروهای امنیتی افغانستان و ویژه ارتش واقعا موضعی تهاجمی و تاروزی دارند یا هنوز هم دفاعی است؟ فعلا عملیات های محاربی ما به شکل تهاجمی پیش برده میشه و ما در هر جایی که پلان های عملیاتی را انجام میتین در اونجا ما دستاوردهای داریم اما متاسفانه دشمنان و مردم افغانستان و تروریست ها کوشش به ای دارند که به شکل از اشکال از وسایطی بر علیه نیروهای امنیتی مردم و بعض اماکن مقدسه استفاده بکنند که ای برشان شرم است و شرم به ای هست که اونها در میدان مهاربه با نیروهای دفاعی افغانستان که نتانستن تا اکنون مقایمت بکنند اکنون فقط به شکلی که شما شاهد ازی بودین بر علیه مردم ما و بر علیه نیروهای امنیتی به شکل انتحاری فعالیت درست های اما چرا را انجام جلوی یک چنین فعالیت های اینها گرفته میشه واقعا پرسشی که این شب در میان مردم هم همه داره این هست که واقعا گروه های تروریستی قوی تر شدند یا خدای نخواسته نیروهای امنیتی افغانستان حالا شامل هر سه نهاد امنیتی ضعیف تر شدند نهادهای امنیتی شما میدانند که هم در قسمت جلب و جذب مردم جوانا زیادتر به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان می و به حیث سرباز به حیث بریدمل و افسر داخل خدمات اسکری میشن و در تمام جبهات بسیار با شهامت از موازی دولت و برای تامین امنیت مردم از آنچه چی در ظرفیتشان است استفاده می ولی شما توجه بکنید که آیا یک عمل انتحاری و سوی استفاده از شاعر اسلامی می توانه با قوت یک گروپ تروریستی حساب شوه یا به وقتی اینها نمی توانند در جبهات مختلف بر علیه نیروهای دفاعی افغانستان مقاومت بکنند فقط و فقط چیزی که در اسلام نارواست و چیزی که در اسلام به شکل منحتش حساب شده خودکشی میکنن و مردم بیچاره ما را به تدیدات میکنن درست جناب جنرال آ... از, مدارن. از ترورستان واقعا میشه انتظار ایره داشت که بین شاعر اسلامی و اصول انسانی را مدی نظر خب بحث این که باید ما جلوگیری بکنیم حالا اونا به هر نحوی برای کشتار مردم افغانستان دست بردار نیستن از هیچ چیزی ما خوشبختی ما و مردم ما ای هست که شناختن که گروپ های تروریسی و افرادگراه ها جمع مافیای منطقوی که با, با تجارت مواد مخدر، تجارت معادن، تجارت بعض مسائل دیگی که در افغانستان به حیث ارزش ها از او استفاده میشه که در فرهنگ افغانستان ای وجود داره و همچنان به خاطر استفاده از آن چی که در افغانستان هست به نفع کشورهایی که در منطقه افغانستان را توسط دستگاه های استخبارات خود به چالش میکشند اینها هم معنی ازیر میده که اینها دیگه به هیچ آمیزه که از نگاه اسلام از نگاه تمدن و اقتصاد و از نگاه منافع ملی و مردم افغانستان محترم است پابند نیستند بله. و هم میخواهند که جنگ در افغانستان به خاطر امی تجارت هایی که مادین است مواد مخدر است و تجارت انسان و قاچاق انسان و قاچاق سلاست ایره همیشه زنده نگاه داشته باشند اما و مردم و ما باید بدانند که باید بفهمند که دگه اینا به نام اسلام و اسلامیت هر چی شعار دادن فقط به خاطر ازی بوده که منافع مافیا را در افغانستان تامین درست اما ما مسئولیت ما چی است مسئولیت دستگاه نظامی ما ارتش ما استخبارات ما و پلیس ما به ویژه شما که حالا از ارتش نمایندگی میکنید از وزارت دفاع واقعا نباید دفاع بکنیم از وطنمان به هر نحوی توریست از چه راه میایه ما باید نباید بسنجیم راه جلوگیری از حملاتش را اول باید مردم و ما یارا را بشناسن و ما بفهمین که تاکتیک های از یا چیست و متعاقب از او باید از هر گونه تاکتیکی که اینها به خاطر به چالش کشیدن و مردم استفاده می با در نظر داشت تجاربی که ما دارین باید جلوگیری شود شما مطمئن باشین که دشمن با این چند فعالیتی که کرد با این پلان ها نیامده بودند پلان دشمن در سال گذشته در سال که ما حالی در جریان هستیم ای بود که باید چندین ولایت را بگیرند چندین اولسوالی اول را تسخیر بکنند و از بین بردن تمام امو امو آمیزه های اسلامی افغانستان باید اینها دست بیافن که همین فعالیت های اردوی ملی پلیس ملی و امنیت ملی بود که ما توانستیم از اکثر استراتیجی های بلند کینا در افغانستان طرح کرده بودند جلوگیری بکنیم که خوشبختانه جلوگیری شد اما یک سری نقاط پاسگاه ها و حتی هایی که گاه گروه های تروریستی تصرف میکنند مدتی نزدشان میمانه و یا هم اگر نیروهای امنیتی ما تصرف میکنند دوباره از دست میتن و بالاخره دست به با دست میشه نقاط و ابهامات در پیوند به این دست به دست شدن پاسگاه و نقاط از نیروهای امنیتی به طالبان یا دیگر گروه های تروریستی در کل این ابهامات نشانگری چی است واقعا چرا ما وقتی تصرف میکنیم نمیتونیم حاکم بمانیم برش در سالهای گذشته یقینا این مشکل وجود داشت ولی هم امسال, هم گزارش ولی امسال هم. به هیچ صورت ما نمیتونم موافق باشم به اینکه ما جای را از دست داده باشین و او را دوباره بگیرین ببینین همین چند روز پیش میرزا ولنگ که درو قبل از او خیلی فاجعه رخ داده بود دوباره از دست نداده در اونجا نیروهای محلی بودند که یقینا ما مسلح تر قوی تر هستین اما با ورود ما در اونجا هم میرزا ولنگ حال پیش ماست و هم پلیس کوهستان کویستان پیش ماست اما بالاخره چند وقتی پیش رفت از دست خب ببینین ببین وقتی که ما در جای حضور پیدا بکنیم در اونجا هیچ امکان نداره که توری حساب تانن دیگه مقاومت بکنه در اولسوالی اندر ولایت غزنی شما شاهد هستین که بسیار با گروپ های مختلفه از کشورهای همسایه آمدند که اولسوالی اندر را بگیرند ولی با چنان صلابت و قوت اردوی ملی بالایشان اجراعات کرد که دگه ای همیشه به یادشان اما در همین سال 96 گویی استراتژی شما داشتید که بسیاری از نقاط را از دست توریستا بازپس بگیرید ولی بله ما چند ولسوالی بدخشان که خیلی مردم اونجا مدعی هستند که یک عملیات راست و با مورال راه اندازی شود و میتونه که تصرف بکنه از دست طالبا مناطق را همینطور ده هلمند و در اروزگان و در غور و در چند نقطه افغانستان که ایجاب میکنه مردم اونجا گلمندند که فقط یک عملیات راه اندازی شود میشه که تصرف کرد از دست روستا ولی بله نشده چرا؟ ما خوشبختانه هم برای دوستای خود و هم برای دشمنای خود امتحان دادیم که در هر جایی که بخوایند در آنجا دیگه توریستا نمیتونه اما باشد. پس نخواستید شما ولی, ولی. ولی یک چیز باید شما در نظر بگیرین امکانات ما را باید در نظر بگیرین همو چیزی که امکانات دارین و ظرفیت دارین به نفع مردم خود و دولت خود از او استفاده کردین امکانات تسلیحاتی؟ یقینم که شما ببینین وقت این انبوه کمک ها کجا میره کجا رفت و آمد این انبوه کمک ها به یک اردوی با تشکیل یک لک و هزار با وسایت زیاد با دگه اگر اندنیز. ما بگوین اگر ما بگوین که تنهایی به اردو نیست به پلیس هم هست و کافی هم نیست شما باید قبول بکنید ما فعلا در تابرم مثال در بدخشان در افتل بالا و پایین در تگاب و همچنان در منطقه ارقستان جدا مصروف است اگر شما قطعات را تیت میکنین و جبهه دشمن را نمیشکنین به جبهه دگه اقدام میکنین این رو متوجه باشین که شما آسیب پذیر میشین ما هم با تاکتیک هایی که پیش ما هست کوشش میکنین که نقاطی را که ما میخواین بگیرین اون نقاط را با بسیار متانت دیگه بعد ازی او را ما هم محافظه میکنین و هم به خاطر ازی که این کشافات بعدا به وجود بیاید و در این زمان کار ملکی در اونجا انجام شود امنیتش تامین میکنین ما پلان داریم که بالای وردوج هم فعالیت محاربوی رو انجام بدین مگر شما بگذارین که اول جاهایی که پیش روی ماست ای رو صاف بکنین و بعدا به محل بپردازیم که به پلان بعدی ماست همین اکنون در ولایت هلمند ما منطقه نادلی و ناهی سه که در طول دو سال در اونج ها تهدیدات را مواجه ساخته بودن به دولت و مردم ما اونجا رو کردیم همین فعلا ناو پیش ماست نادلی پیش ماست امو حوزه که در شهر در شهر لشکرگاه مورد تهدید دشمن بود اوها رو ما گرفتیم و ما پلان ایره داریم که امنیت و صلح را در افغانستان تامین بکنیم ولی بیاین بیاین محاسبه کنیم که با آنچه که در وظایف ما هر پلان میشه تطبیق میشه ولی شرایطش باید آماده شد سپاس و آقای امین خوش آمدید و پرسش را تکرار بکنم یکی از پرسش که از ایشان کرده بودم با نگاه به فرایند حالا گاهی در هم گسیخته و گاه بازی امنیتی در افغانستان از ولایت تا پایتخت از پایتخت تا ولایات و خطوط نبرد فکر میکنید واقعا نیروهای امنیتی ضعف نشان دادن گاهی و یا گروه های توریستی قوی تر شدن و یا آنگونه که آقای رادمنش باورمندند این که دست به حملات انتحاری و انفجاری میزنند گروه های توریستی این نشانه <تصفح> قوتشان نه بل نشانه ضعفشان هست و نشانه این که در برابر نیروهای امنیتی افغانستان دیگر نیرو و توانایی سادگی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم باز احترام خدمت شما و خدمت جناب آلمانیش سیب واردی پوزش می بخشیم که خوب این راه هم ترافیکی که از چالش های از که مربوط به همین دولت و یا حکومت وعدت ملی است به هر حال خیلی چیزهایی است که دولت مردای افغانستان اینا را پینهان میکنن یعنی به که این که اینها مسئولیت دارن که بستر اساسی این بحران باید باید پنهان کن از،, از انظار مردم از از انظار جامعه مثلا چه چیزهایی خب در افغانستان اولا بستر اساسی نامنی های ارتباط میگیره با مواد مخدر ارتباط میگیره با گمرک هایی که در گوشه و کنار افغانستان است ارتباط میگیره با منابع طبیعی افغانستان به استخراج غیر قانونی به اصطلاح منابع طبیعی ارتباط میگیره با قراردادهای کلانی دولتی ارتباط ارتباط داره و مافی های ملی اینها بستر اساسی ناامنی ها در درون دولت است یعنی یک نوع از زد و خورد یک نوع رقابت های ناسالمی که در این رابطه وجود داره که هم قانون اینا را به حمایت میکنه و هم پوشش دینی داره و هم پوشش مردمی داره که چالش های بسیار کلان ملی هست این عوامل پهنای جنگ در افغانستان است بعد از این این فراهم میکنه برای برای اختلافات بسیار گسترده اختلافات طبقاتی را ایجاد اج میکنه که یک طبقه مردم زیر خطی فقر قرار میده یک طبقه مردم در اوج قدرت اقتصادی قرار میده این اختلافات طبقاتی هم یکی از عوامل بسیار کلان و چالش های بسیار کلان نامنی ها در کشور است <applause> شما هر قدری که کشورهای منطقه را و کشورهای بیرونی را مقصر بدارین بدانین عوامل داخلی را به عنوان یک اصل این کار ناپذیر باید بپذیرید از یک خب شاید آسیب شناسی و بالاخره رسیدگی بر این عوامل کماکان زمان بر باشد ولی اگر مشخصا روی جنگ تمرکز بکنید واخن چقدر بررسی میکنید از اوزای امنیتی و خطوط نبرد آنچه نیروهای امنیتی از خودشان جنگ ما خدمت رو کنم که اولا جنگ جنگ فقر است جنگ 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 جنگی است جنگ جنگ به اصطلاح اختلاف طبقاتی است که خدمتتان ارز کردم اینها را به عنوان میورای اساسی جنگ باید بپذیرین و بعد برگردیم به صفوف قوای مسلح کشور حالا شما با اعترامی که به جناب ایراد منشتیب داریم اینا باید بپذیرن که امروز نفوذ کرده دشمن در سکتورهای امنیتی اطلاعاتی دستی اولا از قدمه ای، از به از خطوط اولی جنگ دارن از میوریت تصمیم گیری دشمن داره اینا ببینید که با کمترین هزینه بزرگترین تلفات برای دولت ایجاد میکنه اگر اینا را ما ضعف بگیم بین ضعف ضعف به سکتورهای امنیتی نسبت بدیم ضعف برای دشمن چی حالا آمده از سه تا چهار تا به اصطلاح موانی ها رد میشه مترایی که با مواد منفجره پرست و, و نهایتا می هدف خیلی براحتی هدف قرار میده و ده ها سرباز ما شما را بدون مقاومت از بین می این ارتش و پلیس و امنیت ملی هست؟ در این شکی نیست اولا دو چیز ما خدمتون اولا دو تا چیز چشم دیده خدای فسادی که وجود داره چشم دیدی که دیروز ما برخوردیم برگردیم با مو ادبیات داخلی داخلی کشورمان ما خدمتتون راست گفتم مرز ما در یک جای قرار گرفتیم که پلیسی ترافیک مرا ایستاد کرد و خودم رانندگی میکردم استاد کرد گفت لیسانس و چیزا داری گفتم نه لیسانس دارم و نه جواز سیر دارم گفت خیلی چیکار میکنی گفتم یک صد افغانی دارم پیشت میدم همی... گفت همین صد افغانی که ما برای ازی این گفت هر وقتی که اومدی چراغ بزن خلاص یک طرف یعنی چشم دیدی خدا میگم در قدم دوم الان حوزه امنیتی نام نمیگه در یکی از حوزه های امنیتی ما در وسط بازار بودیم که گفتن که خب حوزه تشریف میاره همه کراچی ها رو میبینیم اون طرف خود پلیس ها یک تعداد کراچی ها رو گفتن که شما درست است جناب چیز کنید اینا رو کنار برین که رئیس حوزه میاد یک دفعه رئیس حوزه اومد یک 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 جنگ گیره برای پشت سر که اوزه رفت پس دوباره همی خودشان زمینه را مسایی کردن که دوباره همی کراچه در جاش آفد این یک نمونه ای کچه خدمت آرز کنم ما برات آرز میکنم اما در, در وزارت داخل واقعا حتی وزیر کنونی سرپرست وزیر تایید کرد و تلاش گفت میکنیم برای از این که فساد زدوده شود اما در وزارت دفاع در ارتش انواره گفته شده باید در ماه های اخیر که فساد خیلی میزانش پایین آمده نخواد در صفوف نبرد در ارتش و در وزارت دفاع و ساختارها و بافتارهاش به با شاید ما تحلیل که از اوزا داریم تخریب محصوب نشد و به این منو که مردم افغانستان و سربازای کشوری ما در طول دوره های تاریخ در برابر دشمن جنگیدن اینا خون دادن و همه کشور همه خاق از, از, از دست یا جانب نجات دادن ولی برگردین که این حرکت ها حرکت های ملی بوده برای فیلن مقرری‌ها ها بدون شک از سلسله فساد جایگاه پیدا میکنه تقرری ها خطوط جنگ اطلاعات تبادله میشه اطلاعات خرید و فروش میشه سنگرها خرید و فروش میشه فساد چیزی نیست که ایره ما بیم استخباراتی را دنبال بگیره فساد به عنوان یک فرهنگ ملی تبدیل شده یعنی در گوشه و کنار شما حوزه به حوزه امنیتی در سراسر کشور بگردین شما با فساد برمیخورید درست. شما در خود شما... جنگ بریم به مشکل برمیخوره شما, شما بعد از ارزیابیتون از کار در وزارت دفاع پس از سرپرستی آقای بهرامی که حتی دولت چندین امتیاز هم به ایشان داد و ازش ستایش کرد که کارهای زیادی کرد ارزیابی شما چیز واقعا در صفوف ارتش و در وزارت دفاع به در رهبریش تغییر آمده؟ ب... ما باوریم میست که با جا و شدن افراد وضعیت قطعا تغییر نمیکنه تا زمانی که اردو و پولیس در مجموع قوای مثله استقلالیت خوده به عنوان یک واقعیت ملی حفظ نکنه و ای جایگاه خوده به عنوان یک ارزش ملی پیدا نکونه از بدنه حرکتهای سیاسی خوده جدا نکونه مطابق قوانین کشور عمل نکنه با فردی که برای وزیر شوه و با فردی دیگه بیاید و منفک شوه ما متقین از نیروهای امنیتی وابستگی سیاسی هم داره وابست... نه تنها وابستگی سیاسی داره یک بدنه از این با دشمن ارتباط داره یک بدنه از این با جریان های سیاسی دیگه ارتباط داره یعنی در صفوف قوای مسلح شما همگونی رو نمیبینید هم یکی را نمی از دلایلی که اینا پس پز... گفتن باید بپذیریم اه... کمبود امکانات و تجهیزات شاید هم تسلیحاتی در اختیار نیروهای امنیتی است که اینا گفتند آن از بیرون کمک شده تا حالا بسنده نیست مثلا یک لک هزار اگر, ما ب... اگر... ارتش؟ اگر, جنگ تعریف نشوه انگیزه ملی شکل نگیره اردو اردو ملی نشوه اینمی تجهیزی که شما تجهیزاتی که در اختیار دارید 100 برابر دیگر زیاد شود ده برابر دیگر جنگ تقبیل میکنه این به عنوان یک واقعیت بپذیرین امروز صفوف قوای از هم پاشیده است иنо ب шумо مа к دафعаи دига мез буд ا к мези دига бд صحبат крدیм اردوی ملی حد اقل با مو استقلالیتی که خودش ادعا میکنه داشته باشه یک ولایت کشور به عنوان یک واقعیت مطابق قوانین کشور امنیت تامین بکنه قوانین تطبیق کنه ارزی خدمات وجود داشته باشه خب تطبیق توصیه اقتصادی باشه همه چیز همش خوب بر میگرده سلسله با سلسله همه وزارت خانه ها چون وزارت دفاع ملی است زمانی که امنیت این میگیره تنفیذ قانون بر ملی بودن. بودنش گفتید باور نداره یعنی قطعا ما بازم ما فرد فردی احترام به تمام سربازای کشورمان داریم ولی اردوی ما اردوی وابسته هست اردوی ما تابع منافع کشورهای دیگه یعنی درک نمیکنن که برای چی میجنگند. جنگند اینا به مطمئن ما هستیم که سرباز ما شکم گریس نمی جنگه ولی نمیدونه که ارزش این جنگی یزیره به اصطلاح جنگی جنگ کی کیها میخوره کیا درک میکنه یعنی ارتباط مستقیمی قوای به سرباز با قمندان بالاخره با سکتور رهبری با رهبری و با, مردم این به سلسله ادامه نداره هر بدنه ای اردو به با یک جریان سیاسی وابسته است خیلی ممنون آقای رادمنش چند نکته اول اردو ملی نیست بعد دلایل این که چند بخش شده یک بخشی مربوط حالا در ارتباط با دشمن هست در این سطح خیلی حالا وحشتناک قلم دادش بکنیم و یک سطحش هم با جریان های سیاسی و بالاخره وابستگی های سیاسی و حتی قومی و اینار برچسب زده میشه که بالاخره دارن در ضمن ای حالا بحث این که نمیتوانه آنگونه که ایجاب میکنه و مسئول است ارتش از یک ولایت دفاع بکنه به زمین اینها اگر این امکانات صد برابر هم شوه انتظار بیش از این نمیشه داشت خوب با عرض احترام دوباره برای جناب امین صاحب ما میخوایم برای شما ایتور بگم که اردوی ملی چی وقت ملی است وقتی که از تمام اقشار مردم در او شامل باشند که هست درست امین اکنون در رهبری وزارت دفاع از تمام ملیت ها و از تمام امون مشارکت ملی که میگویند وجود داره ما میخوایم برای شما بگویم که لله الحمد در امی مقطع تاریخی سرپرست وزارت دفاعی که فعلا تعیین شده ای یک شخص ملی و در این زمان دارای امو اسکیل و ای که معلومات مثل کیست ای شخص فعلا ما میتونم با تمام جرأت بگویم که مخالف فساد است و در راه شفافیت در تمام امور وزارت دفاع رهبری وزارت دفاع رو به عهده دارد هم داشته تا مدت ما که هست ما شما از تلویزیون ها باید بشنوین که کسایی که به دادگاه معرفی میشن بندی میشن و در زندان ها انداخته میشن اینها همه سلسله فعالیت هایی هست که در آمدن ازی و دوام خدمت ازی و فعلا وجود داشته و داره و ما متیقین هستیم که برای این دوام وجود پس یکی از دلایل این که با آقای بهرامی بالا بحث برانگیز هم شد چند وقت پیش که رتبه نظامیشان بالا رفت هم امی بوده که با دستاورد بودن و شایستش بودن خب ببینید بر که او شایسته هست و بر زی که او میتونه رهبری کنه وزارت دفاع رای. سنش هم پخته است با همون سنی است که باید همی روتبر داشته باشه و در مقامی هست که باید همی رتب مقام برای از تفید جود که البته گذشته یزی حال و آینده یزی را آدم میتانه ارزیابی بکنه که شخصیت دارای درایت نظامی و مسلکی است ولی چنانچه که جناب رامین سیب گفتند ما فعلا در اردوی ملی در مقابله با دشمن و در جنگ با دشمن مشکلاتی نداریم خب این به چی معنا؟ به معنای ازی که در هر جایی که دشمن هست تعدیدات رو متوجه مردم می در اونجا ما حضور پیدا می ولی این یقین است که ما باید ازی بیشتر قوی باشیم ما باید تیارات بمبارد و شکاری داشته باشیم ما باید قوای راکت داشته باشیم ما باید قوای رادار داشته باشیم ما باید انواع توپچی ها داشته باشیم ما باید تانک و زریپوش به حد وسیعش داشته باشیم درست در در تابستان ها و خزان های گذشته وزارت های دفاع و داخل و امنیت ملی به مردم وعده می دادن که زمستان زمستان نابودی گروه های یا دستکم زمستان پردستاورد برای نیروهای امنیتی خواهد بود حالا همچنین وعده های داده می شه. چقدر مردم امیدوار و مطمئن باشند که با توجه به اینکه در پایان خزان این همه خونشان ریخت حتی در مساجد و اینها در زمستان پیشیرو رو واقعا وضعیت بهتر شود. خب نظر به توافق نامه که بین ایالات متحده ای امریکا و افغانستان وجود داره باید اردوی افغانستان را به شکل میاریش اینها تکمال بکنن تجهیز بکنن و این پروسه ادامه داره و چنانچه شما خبر دارین تیارات دگی هم به دسترس اردوی ملی گذاشته میشه و در طول سال هم تیارات به دسترس ما گذاشته شده که ما میتوانیم قوای پیاده خود را هم حمایه بکنیم و هم به دشمن ضربه بزنیم و هم سلا و سایت دشمن را از بین ببریم که این پروسه ادامه داره همین امروز به ده ها میل سلاح دشمن از بین برده شده چندین موزه دشمن از بین برده شده و در این زمان همی هاموی هایی که کشف میکنین توسط سایت های استخباراتی خود که در هلمند و بلخ فعالانه در تمام ساها و جغرافیای که مربوطشان هست از آسمان اینا را نظارت میکنند ما تعداد زیادی از دشمن و سایت دشمن را از بین بردیم ما و ما به حیث یک نظامی فکر میکنم ای زمستان با زمستان های فرق خواهد داشت فرق از ای است که ما با ساختن پلان فعالیت معارفوی زمستانی انشاءالله همونطور که دشمن حال خودش میدانه چناب آقای امین هم میدانن و دوستای ما هم همه میفهمند که دشمن دیگه به اون شکلی که در سالهای گذشته قوی بود درست اما نیروهای امنیتی ظاهرا در این زمستان تنها هم نخواهند بود در ادامه استراتژی ایالات متحده ای آمریکا تاکید بر حمایت بیشتر از نیروهای امنیتی شد و ایستادن در کنارشان شد و حالا هم تاکید بر اجرای شدنش میشه ولی در ادامه ای و در جزئیاتش آقای نیکلسن قبلا هم گفت و به تازگی هم زمستان پیشرو را زمستان دشوار و شکست پذیری برای گروههای اخ... گروه های توریستی خواند و ویژه طالبان و امروز هم رسانه ها پرده برداری کردن از اینکه سیا قرار است نیروهای را بفرسته که اونها خلاف گذشته نه تنها مشوره دهی بل اونها میتونن هدف قرار بتن مشخصا طالبا را و دیگر در کنار نیروهای امنیتی خارجی ها هم خواهند جنگید با این وضع بیشتر امیدوار میشید ما زیادتر به این معتقد هستم که باید قابلیت های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقویت شود که در عرصه با تفاهم نامه که ما همراه ایالات متحده ای امریکا دارین ما رو کمک میکنن یعنی ما را تعلیم و تربیه میتن مشوره دهی از سطح تاکتیکی تا سطح اپراتیفی ای با است و این مسئولیت ادا میکنن و در این زمان تجهیزات بیشتر را به نیروهای دفاعی افغانستان اکمالات میکنن و این یقین است که رسالت کشورهای منطقه و کشورهای دموکرات و دارای سیستم های خوب اقتصادی میدانند که دیگه توریسا به نفع هیچ کسی نیست توریسا به حیث اجده های هزار سر همه کسایی که در ماورا و یا در برای از هست اونا را میگزن بنان این مسئولیت منطقوی و دنیایی یا که جهانی ایالات متحده ای متحدی امریکا است که باید در مبارزه با توریسم کشورهایی که در داخل جامعه خود از توریسم رنج میبرند اونها را کمک برسند و این کمک با افغانستان هم ادامه داره و ما متیقین هستیم که این زمستان زمستان متفاوتی در افغانستان خواهد بود خیلی ممنون آقای امین نیروهای امنیتی قوی ترند و گروه های تروریستی ضعیفتر شدند ظاهرا باز هم تاکید کردند آقای رادمنش و مصادقی هم پیشکش کردند و این زمستان زمستان خوبی برای مردم افغانستان و زمستان تیره و که برای گروه های تروریستی شامل طالبانی که می جنگن و صلح نمی کنند خواهد بود با این وضع چشمانداز شما چیست مثلا نا اشاره کردن که نمونه های مثلا ناوی هلمند و بلاخره حتی اینا گفتن در بدخشان در برنامه دارن که پیش رو را صاف بکنن بعد وردوج را هم دوباره قرار است تصرف بکنن و از تروریست پاکسازی بکنن این ها چقدر میتونن بینانه باشند و چقدر واقع بینانه برای این که ما گام های در راستای جنگ و سال برداریم اولا در رابطه با اردوی ملی خدمتان ارز کنم که به تکرار صحبت های قبلی طبیعی است که مردم افغانستان امتحان خدا دادن در جنگ هایی که بر علیه دشمنان افغانستان بوده و هست ولی بپذیریم که اردو را ما به هیچ صورت نمیتونیم اردوی ملی بگیم روی چند اصل اول اردو ملی بله بحث فارسی است بحث تاجیک است بحث سی هزار است برای پشتون است غیره و غیره و بعدی بر, بر میگره به سران تکرداران قومی این هم عام نیست او آم هم کسایی میایند در زار که به اصطلاح همون خاطری مشکلات فامیلی که دارم به خاطر هم دزاری که برشان میرسن با این سیستم اردو شکل گرفت پس ملی نیست دوم اردو ملی زمان ما اردو ملی میگیم که اما نونی را که ملت میخره اردو ملی بخره لباسی که مل... از لباس ملی باید استفاده کنه ما زمانی که از 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 از, از کفش من تا کلای سر من متعلق به ولایت دولت‌های مختلف بوده باشه من متیقین هستم که با معاشاتی که یکی 2000 و یکی 1500 دلار و یکی دو ده هزار افغانی و به شکل ما متقین هستم که به هیچ صورتی ما از لحاظ واقعت های ملی رو نمیتونیم اردو ملی بگیم این باید بپذیریم که هر وقتی که اردو ما اونمو نون را که مردم افغانستان میخره اردو از همون بخره اونمون کفشی را که چنبوسی که ساخت افغانستان است که وقتی که اردو ملی در جانش بود اما کرباس وطن در جانش بود بعد بخوای که بعد بخوای که اردو است که از خاک ملتش دفاع میکنه با به خاطر ما, ما نمیتونیم که بگیم کلانی بود یک دوم برمیگردیم بار دوم در رابطه با مشاورینی که شما میبینید که در از 2001 به طرف ده ها هزار مشاوری به اصطلاح ایالات متحده آمریکا و کشورهای مختلف اومده و بعد از استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا هم مشاورین را ما و شما داریم شما از 2014 به طرف ببینید دشمن از یک تاکتیک استفاده میکنه از یک تاکتیک استفاده میکنه میآید یکی را انفجار میده دو تا دیگه دو تا ماشین دیگه وارد میشه با بامی سیستم اینا با لباس های اسکری با مریض بودن یا با بامی سیستم شما از بیشتر تا مزار قندهار به اصطلاح پکتیا هر قدمی که فکر کنید اینا همه مشابه یک دیگر است ما هیچ نواد هیچ نوع تکتیک جنگی پاسخی در برابر تکتیک دشمن نداریم این باید یک ضعف واقعی برای اردوی ملی و در مجموع سکتورهای امنیتی بدانیم اما در رابطه با وضعیت پیشی رو و زمستان پیشی رو خوبی گزارش است که امریکایی ها دادن که ما نیروی جوان را وارد در سای جنگ می سازیم مرملات تهاجمی را شروع میکنیم. خب این اصطلاحات است که دیگرها برای ما می ما متیقین هستم که دولت افغانستان استراتژی نبر برای ختم جنگ داره نه برای تامین صلح داره نه برای از بین بردن دشمن داره این چرا دشمن نصف این نظام دشمن است مخالفین است ایران شما همین کابل امنیت چه گیرین هیچ امی ولایت را بن نما هر بابای می تو منطقه خودش امنیت چه میگیره کابل به یک شهر وحشت تبدیل کردین امنیت از کجا می بگیری تمام سرکار را بند کردی پیاده روا را بند کردی شهر به یک شهر تبدیل کردی همه رو به زندان قرار دادی امنیت دشمن میاد در عمق در عمق سکتورهای امنیتی و پایگاه امنیتی داخل میشه و تمام سربازای تر از بین میبره بدون از اینکه دو نفر طالب از بین ببرد ما چه قسمی الا بتونیم مراکز مراکز به اصطلاح چیزا مراکز دشمن در زمستان بزنیم در زمستان چی کار میشوه بله پاکستان فعال میشه حرکت های حرکتای سال به میان میآید گفت گو با دولت تازه شروع میشه میان جگری های رفته آمد یک دو تا دروغین باز رفت آمد میکنه و تا که سه ماه زمینستان یا چهار ماه یا پنج ماه شش ماهی که پیش رو از بین برون اما بله، این اگر... که گفته در پاسخ به تاکتیک های دشمن تاکتیکی نداره واقعا در برابر این که دشمن حالا خودش را به زمین ها در میدان نبرد ضعیف فکر میکنه و میای خودکشی میکنه و انتحاری میکنه در برابر این چه تاکتیکی باید بکنه؟ من براتون بگم دشمن ما هم یک چهار در میت نظامی درس خوندیم و وظیفه اجرا کردیم دشمن هم ما دشمن ساختیم دشمن دشمن نیست امی اردو چهار هزار, هزار نفری شرم بکنه که امی 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 دشمنی که جایگاهش معلوم نیست تحصیلش معلوم نیست سنگرش معلوم نیست هویتش معلوم نیست بیای بیای یک 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 کشور 20 سال در گروگان بگیره یک کشوری که تمام کشورهای دنیای را میکنه چی پاسخی میتونه در برابری داشته باش آماری هم که دولت از دشمن میده بالاتر از 20 هزار سی هزار بالاتر نیست اما اینا میگن در... از, د... از افغانستان دفاع کردن دشمن نه. دوست داشت نه. مراکز ولایات بتن... اگر از مسیرش مثلاً... وارد شوین با خدا سقطت... دشمن شما افکاری آمد در برابرتون میجنگه دشمن نمیجنگه عوامل و عملکرد خودتون در برابرتون میجنگه دشمن چی هست؟ چهار طالبی که تا درجه دو و سه بالا نخونده یک ام امامه و ریش از شریعت گرفته آمده کشور به گروگان گرفته تمام نیروی مسئله را به چالش کشیده است برگردیم ببینید تکتیک تق ها اما... چه قسم میشود شما اگر, اگر یک هزار هواپیمای جنگی داشته باشین شما در بدنه در افکار مردم جا گرفته خانه های مردم ها شما نمیتونین که از بین ببرین یک شما دو طالب از بین ببرید ده تا خانه را باید خراب کنید تکتیک باید فرق کنه هر ماه هر ش... هر ماه هر در روز بعد باید تکتیک های جنگی فرق بکنه یعنی قسمی که طالب آمده در درون امنیت ملی جایگاه پیدا کرده چرا ما از از در درون طالب جایگاه پیدا نمیتونیم <applause> <applause> شما شما مراکز دشمن میگیم ما قبلا هم بار بار منشته به و را داشتیم دشمن با 10000 مردمش شد جمع میکنه طالبات جمع میشه نیروی مسلحش از دولت هم همون از مساجدی کابل غیره و غیره میره در اونجا ده هزار نفر در برابری دولت قرار میگیرن سه سا چار سات اینا جلسه دایر میکنن خب ما چی پاسخی در برابری از داشته باشیم نواد درصد مساجدی که در جغرافی دولت از بر زیدی دولت تخریب میکنه بر زیدی دولت کسایی که در بخش عقیدتی وزارت دفاع و وزارت داخلیت بر زیدی دولت تخریب میکنه این عموم نمیگم اگر درک بکنید رشاوی کنید که دشمن در 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 درون شما جایگاه پیدا کرده خیلی ممنون اگر این وضعیت تغییر ندین اگر یک اصلاحاتی با وجود نیاید یک،, ساختار جدید تعریف نشود تاکتیک های جنگی در برابری حرکت های دشمن شکل نگیره با این نیروهای تهاجمی در برابری حرکت های زیگزاگ دشمن من متقین هستم که موفق نمیشه خیلی ممنون آقای رادمنش تمامی انتقاداتی که اینجا هست پاسخ وجود داره ببینید نباید طور روی مسائل بحث شود که فقط روبنایی صحبت ها صورت بگیره با عمق نروین باید ما با عمق برویم ببینیم که در افغانستان عمق کجاست عمق ای هست که ما حقیقتا وقتی ما از کابل حرکت میکنیم تا هرات میرویم از مردم ملکی پرسان بکنین که چی گونه میرون تا ایراد. ما باید از مردم پرسان کنیم که در شهر قندار چطور زندگی میکنن ما باید از مردم پرسان کنیم که در شهر مزار شریف چی گپ است ما از مردم پرسان کنیم که در شهر کابل چی وضعیتی است و همین طور در تمام شهرهای افغانستان در تمام شهرهای افغانستان وسایط رفت و آمد و تا جایی که امکان داره ما امنیت مردم را تامین میکنیم و ما در هر جای که تعدیدات هست در اونجا حضور پیدا میکنیم و دشمن رو سرکوب میکنیم و همین امروز در حدود اضافه از هفتاد نفر دشمن از پای در آمده ای به معنای عزیز که اردوی میلی با سلابت جنگ میکنه دلایل و گفتن چرا بسیار زیاد آسان است درست ولی وقتی داخل بروید وقتی که شما با دشمن که ای توسط مافیا توسط قاچاقبران مواد مخدر توسط قاچاقبران سلاح، توسط قاچاقبران انسان توسط قاچاقبرای دگی که در 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 خیز در خیز استخبارات منطقه اونها فعالیت میکنن باز میدانیم که مشکلات درست از است. قرار است این 400 هزار نیرو که حالا هزارش هم ارتش هست واقعا چرا بعض قولین ها نمیتوانند امنیت را آنگونه که مسئولا تأمین بکنند و یک چند گروه تروریستی آمده افغانستانی را که تمامی کشورها کنارش هست گراوگان گرفته در سال سالهای دور خب ما برای شما میخواییم اینطور بگویم که در دنیا امروز به خاطر به دست آوردن غنایم یک سر رقابت های وجود داره افغانستان با داشتن بسیار معادن بسیار امکانات اقتصادی هم یکی از جمله کشورهایی است که مافیای بین المللی سر از زیر قابت داره و در اینجا فعالیت ها را راه اندازی گفتن جناب امین صاحب داعش و طالب اینها فقط یک روی کردی هست برای فعالیت های تروریستی که به نفع مافیا در افغانستان فعالیت میکنه ولی در اینجا شما بدانید که استخبارات منطقه و همچنان کشورهای منطقه اینها همه نمیخوان که در افغانستان امنیت وجود بیاید ما در مبارزه علیه نه تنها همو توریستایی که در منطقه است حتی توریستای بیرون از منطقه هم مواجه است آه. اما این تروریست ها و حامیانشان از راس وزارت های امنیتی تا قایده بلاخره در شما نفوذ کردن واقعا ببینید اگر استخبارات افغانستان است اگر استخبارات پاکستان است و دیگه کشورها هست همه کوشش میکنند که به نوعی در یک جای نفوذ بکنند ولی استخبارات ما ریاست کشف و استخبارات ما ریاست معاونت استخبارات ما و همچنان استخبارات افغانستان هم در این جهت کارهای بسیار سازنده ای را کردن شما ببینین اینا گفتن در میان شما دشمن نفوذ کرده در بینتان دشمن ریشه دوانده ما هر روز زنده و قطعه می روین معاربه میکنین جنگ میکنین ولی از داخل قطعه کدام فعالیتی نمیشه ما همیشه مواجه هستیم با دشمنی که در از بیرون آمده و امنیت افغانستان را خراب میکنه ما با او جنگ میکنیم ما در داخل قطعات خود هیچ جنگ نداریم ما در داخل قطعات از تمام امنیت برخوردار هستیم و امنیت ما در این عرصه بسیار کار میکنه ولی یک چیز برای شما باید بگویم که بیایند برای اردوی خود برای ارگانهای امنیتی خود به جای ازی که ما بسیار ایراد بگیریم باید امو عرصه های مثبت از او هم ما یاد بکنیم ما فعلا در تمام افغانستان هیچ چری به دست طالب نیست ای یا یا از از عدم اداره بوده و از اداره قوی بوده حتما از اداره قوی بوده ما جنرالای ما افسرای ما سربازای ما بردملای ما هر روز خون خود در راه وطن میریزانن بیاین این رو تشویق بکنین این توجه کنین که جنرال ما و افسر سرباز و بردمل ما یک جا در دفاع از وطن شهید میدن قربانی میتن و هدفشان این هست که در افغانستان صلح تامین شود. سپاس در پایان برنامه است مثلا کوتاه جمع بندی کنید. ما خدمت شما عرض کنم که با احترامی که به سربازای دلیر کشورم دارم و خود جزی از اونا میدونم اونا میجنگن بازم براتون میگن اونا نمیدونن برای چی میجنگن این ثمره جنگ از اونا را که ها که ها میخوره یک دوم میگیم هیچ 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 ولایتی ما در دست دشمن نیست ما سه تا ولایت نام نمیگیرم که همزمان خودم رفتم ما تحقیقاتی در دیده را داریم خدا را شاهد میگیرم که ما اگر دروغ بگیم به این ملت خواهی نزیم در این م... ولایتی که صد درصد ظاهرا دولت تسلط داره اشتاد درصد منابع قضایدی شد رسمن طالب جمع باری میگن رسمن تم اکثریت ولایت افغانستان به این شکل هست ما حضوری فیزیکی داریم ولی در عمق مردم جایگاه ما از دست دادیم و این جایگاه و این بستر رفته به دشمن یک دیگر در هر در هر ولایتی که شما فکر کنید که 100 تا رنجر باشه برین تحقیق کنین شما 50 رنجری از این در اختیاری کسایی است که باغ داره کسایی است که فامیلش انتقال میده کسایی است که چوبش انتقال میده کسایی است که خانه میسازه خشت میبره این چیزهایی است که در سراسر این کشور وجود داره این عکس العمل این همی وضعیت ها اکسلامل است که شما از طرف دشمن میبینید دشمن افکار آدم افکار ملت با نمی عملکردی که شما در برابر مردم دارین خریداری میکنن در برابرش افکار عامه در نظام های دموکراتیک اصل است فعلا افکار اما به عنوان یک بستر اساسی در خدمت در گروی کسایی است که در برابر دولت می ولی به صورت قد ما خدمتان عرض بکنم که اگر شیوه جنگ تغییر نکنه ساختار براش تعریف نشود دشمن واقعا دشمن اگر تعریف نشوه شما نمیگین که طالبی مزدور تروریسم با اصطلاحات بیگانه شما نمیتونید دشمن بزنید شما چه قسمی کاری کنید که در عمق مردم بره تا مردم در برابر دشمن قرار بگیره شما با هزارها توپ و طیاره تا نمیتونید یک قریه را تو از بین ببرید شما زمانی میتونید ببینید که قریه از شما باشه که دشمن از بین ببره این سیستماتیک تا عمل نشوه مد هدف ما تخریب نیست باید بپذیریم که بخشی از همین وردو در خدمتی در خدمتی و استیلا مافیاست ما شما یک صد هزار پلیس داشته باشه پنجا هزار پلیس در خدمتی اینمی قماندان است که پنج در ده تا پشت سرشان میگرده در خدمتی کسایی که اصلا از نام گرفتنش آدم ها میکنه یعنی اینا کیا چیز میگه شما کوچه به کوچه کابل جناب رادمرش بگردید جناب که هر کوچه کابل که میگه چیزی بگوین که از مغز خودشان تراوش میکنه ولی ما برای شما با یقین بگم که وسایت اردوی افغانستان به خدمت سرباز و به خدمت وطن است نه به خدمت قماندان شما آیا رنجر اردو رو شما در بین مردم دیدین که برای به مافیا خدمت بکنه هیچگاه هیچ ما یک اردو نمیگیم پلیس میگیم دیگه از موضوع در اردو, اردو, اردو میخوایم برای شما بگویم که ما میخوایم که بگویم از موضوع اردو که اردو حافظ منافع ملی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان است و این رسالت خود انجام میده ولی در تمام دنیا اینطور مشکلات وجود داره شما در دا سوریه برین شما در عراق برین شما در لیبیا برین شما در پاکستان برین شما در هر جای برین یک یک ها بعض امتیازات دارند ولی این نمیشه دیگه که ما به خاطر یک موضوع یک پوست پوستی ولی اکثریت افسران جنرالان و سربازان اردوی ملی صرف به خاطر خدمت به مردم به خاطر حفاظت از استقلال و حاکمیت ملی اگر حرفا م... از اگر خودم بوده باشه شما در هیچ مرزی تسلط ندارین شما در هیچ ولایتی تسلط ندارین مردم از که خودش اداره میکنه این نیست پس که ما پس شما پس شما گپای خود رد کردین نه. که مردم است که محافظه همین م... مردم است که با ما هست پس همین مردم است که در حفظ منافع ملی حاکمیت ملی با ما مشترکن عمل میکنن پس مردم با ماست ما با مردم هستیم ان شاء الله شما, شما در, در آینده ای بی... دستاوردهای بسیار خوب رقم میزنه که ما ما پیروز است با شعار دیگه شما گپ به خود شما است که ما میگیم سراسر کشور ناامن ساخته خوش شما میگین که بی... مردم تامین <تصفح> امنیت میکنه خوشا به این مردم که میدانند که با اردوی ملی رسالت خود مشترکان انجام میتن ممنون از شما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع و همچنان مقدم امین آگاه سیاسی و نظامی از حضورتان داری بس و سپاس امتنان به نهایت هم از شما که بیننده این پرسشنید بودید تا درود و دیدار دیگر گاهان به کام و مرادتان